سرخط خبرها، آمادگی ایران برای پاسخ به حمله اسرائیل. حمله اسرائیل به اهداف نظامی در ایران. و واشنگتن مشارکتی در حمله اسرائیل به ایران نداشتیم. به نام خدا، سلام به این بسته خبری از بیک، خوش آمدید. منابع مطلع به تسنیم گفتند که آماده پاسخ به اسرائیل هستیم. یک منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفت همچنان که از پیش اعلام شده ایران آماده پاسخ به تعرض اسرائیل است. ای افسود ایران حق خود برای پاسخگویی به هر گونه تعرض را محفوظ می‌داند و تردیدی نیست که اسرائیل در برابر هر اقدامی واکنش متناسب دریافت خواهد کرد. بامداد امروز شنبه 5 آبان ماه صدای چند انفجار در تهران شنیده شد. پدافند هوایی نیز با اهداف متخاصم درگیر شده است. روابط عمومی پدافند هوایی استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صدای انفجار شنیده شده در اطراف تهران مربوط به واکنش پدافند هوایی استان به تلاش رژیم صهیونیستی برای حمله به 3 نقطه در خارج از تهران بوده است و ابعاد موضوع در دست بررسی است. حوالی ساعت 2:15 بامداد چند صدای انفجار در غرب تهران شنیده شد. پس از آن ارتش رژیم صهیونیستی در اطلاعیه‌ای از حمله به برخی اهداف نظامی در ایران خبر داد. علی‌رغم شنیده شدن صدای چند انفجار در غرب تهران و برخی شایعات، اما وضعیت در تهران عادی است. ارتش صهیونیستی نیز اعلام کرده است که به اهداف نظامی در ایران حمله کرده ایم. ارتش صهیونیستی بامداد امروز شنبه اعلام کرد که اهداف نظامی را در ایران بمباران کرده است. منابع خبری بامداد شنبه از شنیده شدن صدای چندین انفجار در تهران خبر داد. بررسی‌ها و پیگیری‌های اولیه خبرنگاران فارس نشان می‌دهد که چند پایگاه نظامی در غرب و جنوب غرب تهران هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. گفته می شود همچنین برخی صداها هم مربوط به شلیک پدافند هوایی بوده است. بررسی ها نشان می دهد اغلب تصاویر منتشر شده در فضای مجازی قدیمی و غیر قابل استناد است. در همین حال منابع خبری صهیونیستی خبر دادند که از بیم حملات انتقام جویانه مقاومت، نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روحی پناهگاه شدند. منابع خبری صهیونیستی از روانه شدن نتانیاهو و وزیر جنگ کابینه وی به پناهگاه خبر دادند. به گزارش مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم فاش کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و همراه یوآف گالانت وزیر جنگ این رژیم در یک اتاق زیرزمینی در مقر وزارت جنگ هستند. منابع خبری گزارش دادند که روانه شدن نتانیاهو و گالانت به پناهگاه از بیم حملات نیروهای مقاومت صورت گرفته است. این خبر همزمان با ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به ایران منتشر می شود. این در حالی است که تاکنون هیچ یک از مقامات رسمی کشورمان ادعای صهیونیست‌ها را تایید کردن و تهران جوی آرام را سپری می‌کند. در همین راستا خبرگزاری صنایع سوریه نیز به نقل از رسانه‌های ایرانی اعلام کرد که صداهای شنیده شده در اطراف تهران ناشی از فعال شدن سامانه پدافند هوایی بوده است. این شبکه خبری اعلام کرد که به نظر می‌رسد که آسمان تهران جوی آرام را داشته باشد. خبرنگار المیادین در تهران نیز گزارش داد که اخبار منتشر شده در رسانه‌های صهیونیستی مبنی بر هدف قرار دادن فرودگاه امام خمینی و مهرآباد و تأسیسات نفتی کذب است. به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی، این رژیم حریم هوایی خود را تا ساعت 8:30 صبح بست. این اقدام از بیم حملات انتقام جویانه نیروهای مقاومت علیه مواضع صهیونیستی صورت گرفته است. از سوی دیگر ایران اعلام کرد که حملات هوایی اسرائیل در ایلام، خوزستان و تهران اهداف نظامی را مورد حمله قرار داده و این رویداد خسارات محدودی را نیز وارد کرده است. از سوی دیگر اسرائیل هشدار داده است که اگر تهران دست به اقدام تلافی جویانه بزند با پاسخ شدید اسرائیل مواجه خواهد شد. اسرائیل در عین حال گفته است اهدافی را در ایران نشانه گرفته که قصد حمله بر آن را داشت. در خبر دیگر و بعد از ادعای اسرائیل مبنی بر حمله این رژیم به ایران، وزیر دفاع آمریکا با وزیر جنگ اسرائیل تلفنی گفتگو کرد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که لوید استین وزیر دفاع آمریکا به صورت تلفنی با یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفتگو کرده است. این گفتگوی تلفنی بعد از حمله رژیم صهیونیستی به اهداف نظامی در ایران انجام شده است. هنوز هیچ یک از دو طرف بیانیه رسمی درباره محتوای این تماس تلفنی منتشر نکردند. از سوی دیگر بایدن برای رصد تحولات
از به واشنگتن بازگشت. شبکه خبری ABC گزارش داد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بعد از حمله اسرائیل به اهدافی در ایران به واشنگتن بازگشته تا تحولات را دنبال کند. در واکنش به این حمله کاخ سفید اعلام کرد که از عملیات اسرائیل مطلع بوده ایم. شبکه العربیه به نقل از یک سخنگوی کاخ سفید نوشت که واشنگتن از حمله اسرائیل به اهداف نظامی در ایران مطلع بوده اما در آن مشارکتی نداشته است. در همین حال سوریه حمله اسرائیل به اهداف نظامی در این کشور را تایید کرد. خبرگزاری صنایع سوریه گزارش داد که ارتش صهیونیستی بامداد شنبه به چندین پایگاه نظامی در جنوب و مرکز سوریه نیز حمله کرده است. طبق گزارش خبرگزاری صنعا این حمله حدود ساعت 2 بامداد به وقت محلی و همزمان با حمله اسرائیل به اهداف نظامی در ایران انجام شده است. خبرگزاری رسمی سوریه گفته پدافند هوایی این کشور برخی از موشک‌های اسرائیلی را منهدم کرده و مقام‌های این کشور در حال برآورده خسارت‌ها هستند. بعد از انتشار خبر حمله اسرائیل به ایران، مقام صهیونیستی اعلام کرد که به تاسیسات هسته‌ای یا نفتی ایران حمله نکرده ایم. شبکه ABC به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت ارتش اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای یا میادین نفتی ایران حمله نکرده و تنها بر اهداف نظامی تمرکز داشته است. این مقام اسرائیلی که اشاره‌ای به نام او نشده گفته است که ما اماکنی را هدف قرار دادیم که در گذشته ما را تهدید کردند و یا ممکن بود در آینده ما را تهدید کنند. در همین حال دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی عکسی از دیدار او با یوآف گالانت وزیر جنگ و دیگر مقام‌های نظامی رژیم همزمان با حمله به اهدافی در ایران منتشر کرده است. روزنامه تایمز اسرائیل نوشته این دیدار در پناهگاهی در زیر پایگاه نظامی کریا در تل آویو انجام شده است. کاخ سفید نیز اعلام کرده که عملیات اسرائیل برای دفاع از خود بوده است. سن ساوت سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا حملات صهیونیستی به اهداف نظامی در ایران را دفاع از خود توصیف کرد. این مقام کاخ سفید گفت حملات هدفمند به اهداف نظامی اجرای دفاع از خود است که در پاسخ به حمله موشکی ایران به اسرائیل در اول اکتبر انجام شده است. و حمله پهپادی مقاومت عراق به شمال فلسطین اشغالی. مقاومت اسلامی عراق بامداد امروز شنبه اعلام کرد که یک هدف حیاتی و مهم نظامی اسرائیل را در شمال فلسطین اشغالی در هم کوبیده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقاومت اسلامی عراق بامداد امروز شنبه طی بیانیه از حمله پهپادی خود به شمال فلسطین اشغالی خبر داد. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه خود گفته است که در راستای حمایت از مردم فلسطین و لبنان و مقاومت این دو کشور یک هدف نظامی در شهر عکا واقع در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است. دقایقی پیش از اعلام این خبر رسانه‌های عبری از فعال شدن آژیرها و پدافند در منطقه عکا خبر داده بودند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید.